کیهان زنده عقل اول که حیات و نور است وجودی است که دو جنسیت دارد و عقل کیهانی را ایجاد می کند عقل اول همواره نامتحرک است ابدی و تغییر ناپذیر است این عقل کیهانی شامل کل اجزای خیش می باشد که در حواس در نمی گنجد نسخه و تصویری است از آن نسخه و تصویری است از آن عقل کیهانی جاودان مانند انعکاس نور در آینه این تیکه خیلی مهمه عقل اول که حیات و نور است حالا در مکاتب مختلف تو حیات و نور رو به چیزهای مختلفی میتونی ترجمهش کنی ولی میگن آکاشا و پرانا ماده اولیه و اون انرژی اولیه که ماده رو تونسته شکل میگه اون عقل اول که قانون اول هرمسه All is mind همه چیز ذهن است عقل کیهانی را ایجاد میکنه عقل کیهانی اسم دیگهش میشه آدم اولیه میشه آدم کادمون میتونید تفسیرش کنید به انسان کامل عقل اول همواره نامتحرک است جلسه قبل در این زمینه صحبت کردیم که چرا عقل اول نامتحرکه چون همه چیزه و جایی وجود نداره که بخواد بره که حرکت ایجاد بشه ابدی و تغییر ناپذیر است این عقل کیهانی عقل کیهانی اون چیزیه که عقل اول می آفری ندش این عقل کیهانی شامل کل اجزای خیش, خیش می باشد یعنی اینجا تبدیل شد به هر آنچه که هست شد all that is که در حواس در نمی گنجد نسخه و تصویری از آن عقل کیهانی جاودان این عقل کیهانی جاودان همون عقل اول. یعنی عین خودش رو خلق کرده مانند انعکاس نور در آینه یعنی وقتی من میگم که جهان آینه است شوخی ندارم مثال نمیزنم استعاره نمیکنم جهان آینه است نخستین همه چیز تش جا افتاده اینجا نخستین همه چیز و بدون آغاز آتوم است یعنی خداوند دوم کیهان است که شبیه وی آفریده شده این جمله براتون خیلی آشنا نه که شبیه وی آفریده شده از آن حیث که کیهان خدای سانی است که کیهان خدای سانی است چرا چون شبیه خودش آفریده شده وقتی شبیه خودشه قدرت خلق داره همونجوری که شما قدرت خلق دارید مگه تولید مثل نمی کنید مگه کلام ندارید مگه افکارتون رو به دنیای فیزیکی نمیارید شما دارید خلق میکنید در لحظه میلیاردها میلیارد چیز رو همین دنیای اطرافتون رو دارید خلق میکنید بنابراین کیهان خدای ثانی است خدای ثانی از دیدگاه خلق کنندگی وگرنه که خدا یه دونست است همون اتم آل دتیز هر آنچه که است اون نیز وجودی جاودانه است از آن روی که هر چیزی در کیهان بخشی از کیهان به شمار می آید محال است که بخشی از آن فانی گردد محال است که بخشی از آن فانی گردد یعنی من یعنی تو یعنی این موبایل یعنی این گل پشت سر من یعنی اون درخت فلزی و و و و محال است که بخشی از آن یعنی از این کیهانه که ساخته شده فانی گردد بنابراین ما فانی نیستیم این جواب سوال همون خانومی که الان پرسید نیل آرت نمیدونم چی هیچی فانی نمیشه انرژی از صورتی به صورت دیگه تبدیل میشه کیهان تمام حیات است از نخستین بنیادهایش هیچ چیز ایجاد نگشته است که زنده نباشد همه چیز زنده است بچه ها. همه چیز زنده است این قاب موبایل زنده است این کتاب زنده است من و شما زنده ایم و هیچ چیز ایجاد نگشته است که زنده نباشد چیزی نیست و هرگز نبوده است و هرگز نخواهد بود که در کیهان باشد و فانی گردد قوانین کیهان رو بهتون گفتم وقتی وجود داری دیگه وجود داری نمیتونی ناموجود باشی چون لازم بوده که وجود داشته باشی و حالا که وجود داری به خاطر اینکه انرژی فقط صورت عوض میکنه نه ایجاد میشه نه از بین میره پس تو همیشه موجودی آتم نور است سرچشمه همیشه پایدار انرژی است سریان ابدی نفس حیات است یک انرژی را سریان می دهد اقتضای اوست که محکوم به قوانین ابدی کیهان باشد کیهان وجود خیش را دارد در دل انرژی ابدی که از آن همه حیات برون می ریزد چنان که محال است که از این باز ایستد یا خود ویران گردد خیلی واضح این بخش همیشه در حرکت همیشه پویاست در درون و هیچگاه از خلق کردن تو فصلهای قبل داشتیم باز نمیسته و ویران نمیشه بلکه از صورتی به صورت دیگه تبدیل میشه این به دست آمده به سبب نیروی حیات جاودان است و با آن در هم تنیده است کیهان است که این حیات را به همه توضیح می نماید یک شبکه آگاهی در مورد آگاهی بارها صحبت کردیم. کیهان است این کیهان فقط این چیزی که بالا سرت نیست هست نیست. کیهان فقط این سوور فلکی و ستاره ها و کهکشان ها نیست این کیهان کل آگاهی آفرینشه. قابل دیدن و غیر قابل دیدن ویزیبل، اینویزیبل تمامی فرکانس ها قابل درک، غیر قابل درک نه فقط آن چیزی که چشمت میبینه و تلسکوپ ها به لوینا ها کیهان است که این حیات را بین همه توضیح میکنه از شبکه آگاهی اسم کیهان رو بذار شبکه گسترده آگاهی به کل اشیایی که در درون خود اوست بدن تو انرژی این حرکت دو جنبه دارد انرژی از ابدیت به کیهان القا گردد و انرژی به نوبه خود حیات را به همه اشیاء درون کیهان منتقل می کند یعنی یه لول میاد تو کیهان کیهان پخشش می کنه. رابطه اول بچه های کامپیوتری شاید بفهمن الان اونجوری میگم رابطه اول یک به یک یه انرژی مبدع حیات به یه کیهان همه چیز، آل دتیز و حالا کیهان در درون خودش رابطه یک به چنده یک به همه عقل و روح مظاهر نور و حیاتند همه چیزی به قدرت روح به حرکت در می آید جسم کیهان که در خود همه ابدان را شامل است همه نسل ها همه سبقه همه نیاکان را شامل است که به طور کامل آکنده از روح است همه چیز روح داره همه چیز همیشه روح داره روح کلا به وسیله عقل نمایان می‌گردد عقل تماما به وسیله اتم جاری می شود بنابراین عقلی که تو داری با اینکه محدود به زمان و مکان اما وجه بسیار 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 بسیار, بسیار کوچکی از عقل اولی است و تو بهش وصلی اگر این کانال رو پاک بکنی اگر تمام بدنت رو پاک بکنی بالانس بکنی از لحاظ انرژیکی رو خودت کار بکنی ناخداگاهت رو بشناسی و به خداگاهت اضافه بکنی عقل تو بیشتر و بیشتر و بیشتر به عقل کیهان نزدیک میشه تو بیشتر از این شبکه عظیم آگاهی بهرهمند میشی روح پر میکند و احاطه میکند کل جسم کیهان را پس کل کیهان یه دونه روحه که میشکنه تا به من و تو میرسه ولی در کل مثل همون مثالی که همیشه میزنیم یک بدن با سلولهاش یه دونه است روح به مخلوق زنده کامل و کبیری حیات میدهد که همه کیهان است همین الان توضیح شده دادم کیهانی که به نوبه خود کل مخلوقات زنده کوچکتری را که شامل میگردد، حیات می بخشد پیش پیش توضیح شده دادم کیهان کل است کلی که اجزا را ایجاد می کند و می پروراند حواست باشه کیهان کل است کلی که اجزا را ایجاد می کند و می نظیر والدی که از فرزندان خیش محافظت می کند. گواه نیکی خود را از اتم از خدا خداوندگار اخذ می کند و این همان نیکی است که قدرت حقیقی خلقت است. کیهان تصویر اتم است یعنی تصویر خود خداوند بازم تکرار میکنم کیهان کیهان فقط فیزیکی نیست کل هر آن چیزی که وجود داره و از آنجا که اتم سراسر نیکی است کیهان نیز نیک است و ما غرق این نیکی غرق این عشق هستیم و این روح در همه ما در تک تک سلول هامون وجود داره و اینقدر عاشقمونه عاشق تک تک چیزهایی که میآفرینه که بهشون در نهایت ممکن آزادی انتخاب میده حتی این آزادی رو به من و تو داده که باوری داشته باشیم که اصلا کسی وجود نداره اون بالا که ما رو دوست داشته باشه اصلا دنیا بی هدفه باوری به ما داده که فکر کنیم هیچی نیستیم باوری به ما داده که خودش رو نقص کنیم اینقدر عاشقمونه یعنی از اینم بهش بر نمیخوره اینم ناراحتش نمیکنه به زور نیومده یه تیکه از مغزتو دستکاری کنه بگه خب تو فعلا منو قبول داشته باش بقیهش انتخابته نه حتی باور کردن خود این عشق انتخابته تو میتونی بگی نه من اینو باور ندارم اون میگه باش تو باور نکن قبوله من انقدر عاشقتم به تو این اجازه رو میدم تو من رو رد بکنی اینجوری عاشقته یاد اون شعر افتادم که میگه تو خودت خواسته ای تا باشی یه بار خوندیمش با هم این فصل خیلی فصل مهمی بود بچه ها خیلی زیبا بود خیلی پرمعنی و جای تفکر داره من میدونم که بعضی حرفای من بعضی مطالب این کتاب ممکنه که با یک سری باورهای شما تناقض داشته باشه یا شما رو به چالش بکشه شما مختارید هر آن چیزی رو که دوست دارید و صلاح میدونید و برای شما در زندگیتون خوبه انتخاب کنید باور کنید و اصلا مهم نیست هر چی شهروز میگه اصلا مهم نیست اون چیزی که تو میگی مهمه فقط این رو آگاه باش که اون چیزی که تو میگی و باور داری دنیای بیرون تو رو خلق میکنه چون دنیای بیرون تو باورهای تو هستن تو انتخاب میکنی چی رو باور کنی و اون باور متجسد میشه و دنیای بیرونی تو رو میسازه این رو بدون چون این قانون هستیه جهان آینه است همین الان خوندیم آینه باورهای تو آینه توه باورهای تو تو مخشی بخشی از توان، سطحی که غیر فیزیکیه ولی مال توه و تو در بیرون از خودتون ها رو مجسم میکنی متجسد میکنی منیفست میکنی خلق میکنی و جذب میکنی برای همینه وقتی من کارگاه گذاشتم گفتم من به تو نمیخوام جذب کردن یاد بدم تو داری جذب میکنی این زندگیته دوستش داری دوستش نداری خودت دوست داری نداری اینا رو کار ندارم تو داری جذب میکنی جذب کردن نمیخواد یاد بگیری تو خلق کردن باید یاد بگیری حالا حتی میتونم بگم تو خلق کردن هم بلدی تو آگاهان خلق کردن رو باید یاد بگیری این ترین تعریفیه که میتونم برات داشته باشم ولی تمامی مکاتب تمامی ادیان همشون محترمن همشون حرفی برای گفتن دارن و اگر تو فکر میکنی به سمت و سوی باید بری و حالت اونجا خوب میشه برو منتظر تاییدیه هیچ احدی نباش برو تا جایی که هنوز ازش لذت میبری هنوز شعف داری بهش جایی که دیدی داره تکراری میشه جایی که دیدی زوری شده جایی که دیگه اون شعف درونی تو نداشتی اونجا آخر کاره بگرد ببین حالا کجا شعف داری و اون مسیر رو حالا تکرار کن و دنبال کن فهمیدی چی شد؟ آفرین بابا این فصل از هرمتیکا فصلش همش عالیه ولی خب این ممکنه یه سریارم یه ذره ذهنشون رو درگیر بکنه فصل بعدی اسمش چیه؟ دور زمان اصل بعدی در مورد زمان قراره صحبت کنه و یه نکته که بچه ها هی خواهش میکنم البته شما مختارید من تا اونجا که بتونم پیغام شما رو جواب میدم اما در مورد اینکه که من بیام هرمتیکا رو براتون باز بکنم و تفسیر بکنم و اینا واقعا نه وقتش هست نه من هدفم اینه که بخوام بیام بخورونم مطالب رو به شما من کلید به شما میدم من کمکتون میکنم که با هم یه ذره تفسیرش بکنیم مابقی وظیفش با شماست طی طریق وظیفش با شماست هر طور که سلام